دوباره برگشتیم عزیزان بیننده و جا داره که یادآوری کنم ما در قسمت قبلی برنامه دکتر صاحب نظام الدین جلیل را با خود داشتیم که ایشان رئیس شفاخانه های دولتی پایتخت بودند و در رابطه با بازسازی شفاخانه ها، تعمیرات شفاخانه ها و همچنان بهبود کیفیت خدمات صحی در پایتخت کشور معلومات خوب ارائه کردند و همچنان در این بخش برنامه دکتر صاحب غلام دستگیر نظری را با خود داریم که ایشان رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستند و در کل در رابطه با وضعیت کرونا و همچنان واکسین هایی که در افغانستان است و همچنان چقدر تانسته که مشکلات صحی ما را حل بسازه روی هم رفته روی این بحث ها میپردازیم. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان. دکتر صاحب، من موضوع را قسمی که یادآوری کردم دو موضوع بسیار به خصوص است. در نخست میشه که از شروع این که کرونا آمد به افغانستان و به گونه محو شد و همچنان فعلا مردم انتظار موجوده و مشه دارن، میشه در کل معلومات عمومی که لازم هست در رابطه با کرونا را برای بیننده عزیز ارائه کنیم؟ بسیار خب، سلام خدمت شما مجددا و تمام بینندگان تلویزیون شما. به ارتباط پاندمی کرونا در دنیا و همچنان در افغانستان، متاسفانه ما حدود اضافه تر از 8 ماه میشه از اولین واقعه مثبت کرونا در افغانستان، و زمانی که اولین واقعه مثبت کرونا در افغانستان ثبت شد، در واقعیت یک واقعیتی را که باید ما قبول بکنیم، وزارت صحت عامه افغانستان در اون زمان توانایی تست نمودن از لحاظ لابراتوری و تشخیص کرونا را در افغانستان نداشت. دقیقا نه سکتور خصوصی ما و نه سکتور دولتی ما توانایی تشخیص ویروس را نداشتند. ما دقیق به خاطر دارم که در روزهای اول که اولین واقعه در افغانستان آمد و یک حالت وحشت را در افغانستان ما داشتیم، من شاهد از این مسئله هستم که بارها ما از طریق پروازا و کمک سازمان صحی جهان سمپلای ابتدایی خود به نیدرلند روان میکردیم به خاطر از اینکه تست شوند، ولی خوشبختانه دولت افغانستان توجه بسیار جدی برای سکتور صحت افغانستان کردن و ما توانستیم که در مدت کمتر از یک ماه همکارای ما که در لابراتوارهای مرکزی وزارت صحت عامه افغانستان و همچنان در ولایت‌های حوزوی کار میکردن در بخش لابراتوار، به خاطر بخش های دیگه شناسایی های ویروس های دیگه که قبل شناخته شده بوده، و ما تانستیم ترند بکنین و عملا شروع شد کار تست در افغانستان. از اون زمان تا امروز ما چیزی در حدود 116,675 سمپل از افراد و اشخاص مختلف در 34 ولایت افغانستان گرفته شده که از اون جمله 40,141 واقعی مثبت داشتیم. بله، که خوشبختانه از این 40,000 فقط 5,012 نفر هنوز مثبت هستند که در شفاخانه ها و در خانه ها به سر میبرن به شکل قرنطین، و متاسفانه چیزی در حدود 488 هموطن خود 1488 هموطن جان خود از دست دادن، و حتی در 24 ساعت گذشته هم از 252 سمپل که گرفته شده متاسفانه 53 سمپل مثبت بوده. این نشان دهنده از ایسته که بحثی را که هموطنان ما فکر میکنند که کرونا خلاص شده وجود نداره. کرونا عملا هست، بحث های واقعی بسیار مهم است. تأکیدی را که وزارت صحت عامه افغانستان از ابتدا داره ای است که ما پیش روی گسترش و انتشار یک ویروس را هیچ سکتور صحت کشور گرفته نمیتونه. سازمان صحی جهان با تمام عظمتی که داره، با تمام تشکیلی که داره، نتونست پیش روی پاندمی را و اپیدمی را از کشور چین بگیره و باعث جلوگیری از سرایت از او به باقی مانده کشورها شود. بنابراین ضرور به این است که ما افراد و اشخاص جامعه خود در مقابل ویروس وقایه بکنن، و در واقعیت ما هستیم. وقتی ما میگم هر فرد جامعه است که میتونه باعث جلوگیری از انتشار ویروس شود. وزارت صحت عامه افغانستان تنها کاری را که در این بخش کرده میتونه ای است که در صورتی که اگر هموطن ما مصاب شود، عرضه خدماتی را که ضرورت داره، عرضه خدماتی را که من ایس یک شهروند حقش است، بر از او ارائه بکنه. و این کار است که چپن سفیدای ما در جریان 8 ماه گذشته ایرا اثبات کردن. ما متاسفانه بیشترین تلفات از قشر جامعه طبی داشتیم در افغانستان با مقایسه با تمام کشورهای دیگه. متاسفانه چپن سفیدای ما بیشتر جان خود از دست دادن، و دلیل از اوی بوده که فشار کاری، فشار روحی و کمترین تجهیزاتی که ما تانسته بودیم برای از همکارای ما مهیا بسازیم،
این مسئله بوده. یک دکتر ما حتی روزها شده که تا 48 ساعت و 72 ساعت در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان کار کرده و این در واقع تانسته که جان هموطن ما نجات بده. بنابراین توقع ما منیس یک دکتر، توقع ما منیس کارمند وزارت صحت عامه افغانستانی است که کرونا هنوز در افغانستان وجود داره، هنوز متاسفانه جان هموطنان ما میگیره و هنوز متاسفانه هموطنان ما را مصاب میسازه. بنابراین برای به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر، به خاطر حفاظت خود و خانواده خود، ضرور است که نکات وقایوی را در نظر بگیریم و اون نکات وقایوی چیزی جز پوشیدن ماسک، شستن دست ها، مراعات کردن فاصله اجتماعی 2 متر، این بحثایی هست که در واقع میتونه ما و فامیل ما را و جامعه ما را از کرونا نجات بده. دقیقاً، که از طریق رسانه ها و همچنان وزارت صحت عامه و مسئولین بارها و بارها و همچنان در جریان هستن که به گوش مردم رسیده میشه این پیام ها. دکتر صاحب، یک نکته را میخوایم که شما از دید خود اشاره کنین که کدام ضعف یا هم کدام کاری که چی از مسئولین باشه چی از مردم عام باشد در بخش اول شیوع اول ویروس کرونا صورت گرفت تا که قدر تلفات دادیم. انشالله که در دور دوم بازی اشتباه را مرتکب نشیم. شما میشه که هموطنهای ما را بازم متوجه بسازیم. بسیار خوب، یک مسئله بسیار عمده و اساسی که در افغانستان اولین واقع مثبت در ولایت هرات سبشت. دقیقا، و ولایت هرات از جمله ولایت های است که یک مرز بسیار طولانی همراه کشور همسایه ایران داره. وقتی موج کرونا از چین بنابر روابط اقتصادی بسیار وسیعی که ایران با چین داره داخل ایران داخل شد، ما در خطر بسیار جدی قرار گرفتیم. گرچه در اون زمان سازمان صحی جهان گزارشات و پیشنهاداتی را که میکنه به شکل است که وقتی یک اپیدمی در یک کشور میآید باید کشور تقریبا لاک داون شود، تقریبا اجازه خروج و دخول به اون کشور داده نشود. اتفاقی که ما هم متوجه بودیم اگر هرات در نخست لاک داون میشد، یعنی بند میشد، ما شاید باید قدر تلفات بزرگ برانه. خب، من فکر میکنم که بحث لاکداون شدن هرات از لحاظ تکنیکی اگر ببینیم درست است، ولی ما باید کشور خود از لحاظ استرکچر هم ببینیم که آیا توانایی لاکداون کردن ولایت هرات با یک مساحت بسیار کلان حکومت افغانستان داشت یا نداشت. مطمئنا نداشت. ما میتونستیم پروازها را در هرات کنسل بکنیم، ولی مسیرهای زمینی را چی میکنستیم؟ میتونستیم ما شاراهای که وصل میشه به ولایت هرات را نیروهای امنیتی ما بند بکنن، ولی بجز از شاراها راههای دیگه هست که وجود داره. بنان بیشتر اشتباهی را که صورت گرفت من فکر میکنم در ابتدایی بود که بنابر هر دلیلی که بود کشور همسایه ایران متاسفانه خروج جبری مهاجرین را شروع کرد و خروج جبری مهاجرین در مرحله ای که افغانستان هنوز یک سیستم صحی داشت که من پیشتر عرض کردم که حتی توانایی تشخیص را در لابراتوار ما از کرونا را نداشتیم. با او سیستم شکننده صحت افغانستان تست کردن بیشتر از 10,000 نفر در روز داخل هرات، ولایت هرات داخل می شدن، متاسفانه امکان پذیر برای حکومت افغانستان نبود. یک بحث هایی بود که چرا قرنطین نشدن او 10,000 نفر، ولی باز بر می گردیم به اینکه 10,000 نفر را به کجا قرنطین می کردیم. ساختار وجود نداشت و جاهای وجود نداشت که ما بتانیم. کاری را که وزارت صحت عامه افغانستان کرد که بیش از در جریان یک ماه بیش از 200,000 هموطن ما از کشور ایران آمدن. ما کاری را که سیستم سرولانس و سیستم ردیابی مریض وزارت صحت عامه افغانستان کردی بود که با 200,000 نفر به تماس بودیم. ما کوشش میکردیم که یار مشخص بسازیم کجا سفر کردن، همراه کی رفتن، همراه کی دیدن، و اینمی مسئله بود که در واقع ما تانستیم بیشتر کسا را در ابتدایی که مصاب میشدن پیدا بکنیم و وارا به شفاخانه انتقال بدیم. ولی در کنار از او هم بحثای عدم مراد کردن قرنطین، عدم مراد کردن بحث های وقایوی مطمئنا بحث هایی بود که ما را واقعا ضربه زد. من ارقامی را که برای شما اعلان کردم این ارقام ثبت شده وزارت صحت عامه افغانستان است، ولی در کنار از او ما یک سروی را انجام دادیم. او سروی برای ما نشان میده که در سطح ملی 42% مردم افغانستان به کرونا مصاب شدند. متاسفانه بنابراین سطح گسترش ویروس در افغانستان بیشتر از هر کشور دیگه بوده. دقیقاً، و این نشان میده که ما هنوز هم در خطر قرار داریم. هنوز هم اضافه تر از تقریبا 58% نفوس افغانستان مصاب نشدن
بر اساس سروی را که انجام داده شده بنابراین موج دوم میتونه بسیار خطرناک تر از موج اول باشه. دقیقاً ان شاء الله که نکات صحیح را که همه روز از طریق رسانه ها و مسئولین به نشر میرسه بیننده های عزیز هم وطنای گرامی رعایت کنن، چون دکتر صیفا بارها و بارها تکرار کردن که هنوز هم کرونا از بین نرفته و همچنان موج دومش نیز در راه است. خب دکتر صیف، حالا هم میایم روی بحث دیگه ما که واکسین ها هست. آیا واکسین ها به طور عمومی مثلا واکسین پولیو در افغانستان به شیوه درستش نشر و پخش شده و یا هم قسمی که متوجه هستین وقت برنامه کوتاه است، اما در کل میشه که معلومات در رابطه با واکسین ها داشته باشین و میشه بگوین که چرا هنوز هم پولیو در افغانستان وجود داره؟ بسیار خوب، تشکر. یک موضوعی را که بسیار مهم است بحث واکسین نمودن تمام اطفال زیر 5 سال هست. بله، ما خوشبختانه وزارت صحت عمومی افغانستان در برنامه خود ما اضافه تر از 13 انتیجن و یا 13 نوع واکسین را تطبیق میکنیم که یا در مقابل امراض گوناگون اطفال زیر 1 سال و زیر 5 سال را محافظت میکنن و معافیت برشان کسب میکنه. بنابراین در قدم اول واکسین هایی هست که شامل برنامه پروگرام روتین و یا پروگرام دائمی وزارت صحت عمومی افغانستان است که معمولا برای تمام اطفال زیر 1 سال والدین محترم تقاضای ما این است که 5 بار او را به مرکز صحی ببرند. اولین واکسین هایی را که تطبیق میشه در زمان تولد است، یک دوره دومش یا به اصطلاح بعد از تولد دوره اولش هست که در 6 هفتگی هست، دوره بعدیش در 10 هفتگی هست و دوره بعدیش در 14 هفتگی هست که در واقع تا 14 هفته میشه و باز دوره بعدیش در 9 ماهگی هست که واکسین سرخکان میگیره و دوره آخریش که به سن بعد از یک سالگی است در 18 ماهگی است که او واکسین دوم سرخکان میگیره که معافیت طفل در مقابل ویروس سرخکان بلند میبره. این برنامه هایی هست که ما به طور متواتر در تمام اضافه تر از 2300 مرکز صحی در افغانستان در قرا و قصوات افغانستان توسط واکسیناتورایی که به وجه هستن تطبیق میشه. در کنار از او یک مسئله را که متاسفانه افغانستان هنوز از جمله دو کشورهای هست که افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای هستند در دنیا که هنوز واقعات مثبت پولیو داره. متاسفانه امسال بنابر دلایلی که لاکداون بود کمپاین را ما تطبیق کردن نتونستیم. تعداد واقعات ما نسبت به سال گذشته که 24 واقعه بود امسال به 53 واقعه رسیده. 53 واقعه مثبت پولیو در افغانستان متاسفانه به معنای حدیثه که 53 فامیل متضرر شدن. دقیقا. از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی و از لحاظ روانی مطمئنا تمام خانواده وقتی متضرر میشن، وقتی یک طفلشون معیوب میمانه و متاسفانه پولیو یکی از جمله ویروس ها است و مریضی ها است که به طور دائمی یک طفل فلج می سازه. در حال از اینکه ما میتونیم با تطبیق دو قطره واکسین پولیو طفل خود نجات بتین. سالانه چیزی در حدود 9.5 میلیون طفل در افغانستان واجد شرایط واکسین پولیو هستند و وزارت صحت عمومی افغانستان برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی افغانستان به طور کمپاین 3 کمپاین سرتاسری در سطح افغانستان ما داریم همه ساله و در کنار از او 5 کمپاین های فرعی در ولایت هایی که گردش ویروس پولیو هست، چون ولایت های جنوبی افغانستان و ولایت های شرقی افغانستان بیشتر از جمله ولایت هایی هستند که گردش پولیو وجود داره. بنابراین ما به طور کمپاین های فرعی را در 16 ولایت افغانستان هم 5 بار دیگه داریم. تقاضای من به نیست یک همکار وزارت صحت عمومی و به نیست یک دکتری است که هم از مخالفین دولت هم از والدین محترم که برای ما اجازه بدن تا اطفالشان رو واکسین بکنن. دقیقاً دکتر، واکسین نمودن اطفالشان در واقع میتونه یک آینده درخشان برای خودشان، برای خانوادهشان و برای طفلشان به وجود بیاره. و متاسفانه عدم تطبیق واکسین پولیو هیچ نوع تداوی نداره جز اینکه وقایه بکنه. عدم تطبیق واکسین پولیو میتونه باعث فلج دائمی یک طفل شوه و فلج به نظر من فلج دائمی یک طفل فلج دائمی پدر است، فلج دائمی مادر است و فلج دائمی تمام خانواده است. بله. او طفل متاسفانه بار دوش میمانه. بله. دکتر صیب، جا داره که خیلی کوتاه اشاره کنین در رابطه با واکسین است که هم یک آگاهی دهی شو و تمام کسایی که برنامه ما را بیننده هستن. دکتر صیب، قسمی که متوجه هستن شایع است که واکسیناسیون که میاین پشت خانه ها اینا به گونه مثلا مواد زهری و یا هم مواد که مضر است برای افراد جامعه اینا را تطبیق میکنه، میشه در رابطه با این ایده منفی شما یک صحبت داشته باشین که انشالله تمام مردم واکسین ها را تطبیق بکنن؟ خب، یک مسئله را که متاسفانه بسیار وجود داره ای بحثی را که شما گفتیم در چندین ولایت افغانستان این مسئله است. من میخوایم اطمینان بدم برای تمام والدین، تمام کارمندایی را که در جریان کمپاین استخدام میشن
کسایی هستند که وزارت صحت عام افغانستان عملا وارد ترند میکنه. بله. از و تست گرفته میشه. کسایی هستند که واکسینی را که میاد داخل افغانستان واکسینی هست که تست شده هست، هیچ مشکلی نداره، برای تمام تطبیق میشه. حتی زمانهایی شده که ما به ولایت مثلا هلمند سفر کردم، یک جای رفتم گفتن این واکسین مشکل داره. ما گفتم بیایم که خیر است، اگر مشکل داره نمی، اولین کاری را که من میکنم این واکسین ما برای خود تطبیق میکنم. ما در حضور از او واکسین پولیو را برای خود تطبیق کردم، دو قطره به دهن خود انداختم. و همیشه سوال من این است که اگر واکسین مشکل داره، اگر واکسین پولیو مشکل داره، سوالی است که چرا وقتی یک حاجی سفر میکنه برای حج رفتن میره، چرا اول واکسین پولیو تطبیق میشه؟ دقیقاً. بنان نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ تکنیکی واکسین پولیو هیچ مشکل نداره و در واقعیت حفاظت میکنه از اطفال جامعه. و این یک مسئله بسیار بشری است که تمام دنیا ختم کردن پولیو را، تمام دنیا محو کردن پولیو را. متاسفانه افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز هم با او دست و پنجه نرم میکنن. بنابراین اطفال ما واقعا لیاقت ازیرا ندارن که باید سالم بمانن. ای مستحق نیستن که باید فلج شوند. ای تمام از این مسائل برمیگرده برای ما منیس مسئول پروگرام که باید تلاش از می خود بکنیم تا برای تمام اطفال برسیم، و همزمان زمانی برمیگرده برای تمام والدین افغانستان که برای ما اجازه بدن تا بیاین اطفالشان رو واکسین بکنیم. بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر جهان سپاس. و همچنان خواستم هم از تمام ملت افغانستان و خانواده ها و قسم که دکتر صاحب یادآوری کردن، کسایی که فعلا در جریان جنگ هستن و مشکلات رو که در افغانستان وجود داره، خب روی هم رفته این مشکل ها هست، اما نگهداری از صحت یک وجیبه دینی نیست، از که خداوند جل جلاله امر کرده که از صحت ستان از وجودتان به نفع احسنش نگهداری کنین. و پولیو هم یک مشکل است که هنوز هم دستگیر افغانستان هست، و انشالله که واکسین بگذارن که به طور احسنش در افغانستان تطبیق شه و خانواده های گرامی هم ایده ها و مفکورای منفی را از ذهنشان به دور بکنن، انشالله واکسین تطبیق بکنن که مشکل پولیو به زودی حل شه. و دکتر صاحب تشکر از که در برنامه ما تشریف آوردین، بسیار معلومات عالی و دقیق در رابطه با کرونا و واکسین ها. تشکر، جهان سپاس. روز خوش. تشکر از شما. بیننده های عزیز، ما در قسمت قبلی برنامه دکتر صاحب، در قسمت اول برنامه البته، دکتر صاحب محمد جاوید عزیزی را با خود داشتیم که ایشان متخصص جراح اعصاب و همچنان استاد پوهنتون کابل بودند و در رابطه با سیستم اعصاب معلومات بسیار عالی و دقیق دادند که انشالله محصلین عزیز اگر متوجه صحبت های دکتر صاحب شده باشه برشان مستفید واقع شده باشه. و همچنان در قسمت بعدی برنامه ما دکتر صاحب نظام الدین جلیل را با خود داشتیم که ایشان رئیس شفاخانه های دولتی پایتخت بودند و در رابطه با ترمیم و شفاخانه ها و بهبود کیفیت خدمات صحی کشور بسیار عالی و دقیق معلومات دادند. و همچنان در این بخش برنامه ما دکتر صاحب غلام دستگیر نظری را با خود داشتیم که ایشان رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه بودند و در رابطه با کرونا و همچنان واکسین هایی که در افغانستان هست بسیار معلومات عالی و دقیق دادند. تشکر از اینکه امروز برنامه بیننده برنامه خودتان یعنی برنامه بستان عافیت بودین. تا اینکه فردا باز هم منیگی نظیمی در خدمت شما به حضور میرسم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. الله نگهدار.